کشته شدن دو فرمانده ارتش گروه طالبان در ولایت جوزجان و تظاهرات اعتراضی در پیوند به تجاوز جنسی سرباز ارتش و دختر 7 ساله در ولایت فاریاب به خشونت کشیده شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. کشته شدن دو فرمانده ارتش گروه طالبان در ولایت جوزجان. مسئولان نهلی ولایت جوزجان از کشته شدن دو فرمانده کلیدی گروه طالبان در این ولایت خبر داده است. با گزارش اسپوتنیک، به نقل از نشانه، مسئولان محلی در ولایت جوزجان میگویند که دو فرمانده کلیدی گروه طالبان به نام های دلاور، مسئول تهیه و تدارک ماین و ملا نبی، سرگروه طالبان در نبرد با نیروهای امنیتی در شاهراه شبرغان مزار شریف کشته شدند. الف شاه ولسوال فیض‌آباد میگوید دلاور یکی از مهمترین افراد گروه طالبان بود که در جاسوسی ماین‌های کنار جاده‌ای در مسیر شاهراه شبرغان مزار شریف نقش اساسی داشت. با گفته آقای الف شاه، او برای گروه طالبان در ولایت جوزجان ماین می ساخت. ولسوال فیض‌آباد اضافه می کند که ملا دلاور و ملا نبی امروز چاشت هنگامی کشته شدند که در مسیر شاهراه شبرغان مزار شریف است بازرسی افراز کرده بودند. آقای الف شاه می افزاید که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح حدود نیم ساعت دوام کرد و در این درگیری مسلحانه شمار زیادی از جنگجویان طالبان نیز زخمی شدند. او اما شمار زخمیان را مشخص نساخت. ولسوال فیض‌آباد خاطر نشان می سازد که جنگجویان گروه طالبان از ولایت های سرپل، بلخ و ولسوالی های جوزجان در شاهراه نمبر 1 مزار شریف، جوزجان در روستای شیشخانه، ولسوالی فیض‌آباد تجمع کرده بودند. او علاوه می کند که اگر عملیات پاکسازی آغاز نشود، این گروه قصد حمله بر مرکز ولسوالی فیض‌آباد را دارند. روستای شامیرزا و شیشخانه در مسیر شاهراه نمبر 1 مزار شریف جوزجان قرار گرفته است. در 2 کیلومتری کنار شاهراه پایگاه های طالبان موقعیت دارد. گروه طالبان تا کنون در ارتباط به کشته شدن دو فرماندهشان در ولسوالی فیض‌آباد به رسانه ها چیزی نگفتند. در همین حال، محمد حنیف رضایی سخنگوی سپاه 209 شاهین اطمینان می‌دهد که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور متوجه اوضاع هستند و شاهراه شبرغان مزار شریف زیر نظر نیروهای ارتش قرار دارد و در صورت مشاهده تحرکات گروه طالبان آنان وارد عمل خواهند شد. یادآوری می‌کنیم که از 2 سال به این سوی شاهراه شبرغان مزار شریف که بندر تجارتی آقینه را به ولایت بلخ و ولایت‌های شمالی وصل می‌کند، ناامن شده است. همه روز گروه طالبان در منطقه شامیرزا در مربوطات جوزجان از نفتکش ها و لاری های باروری پول می گیرند. در همین حال گفته می شود تظاهرات اعتراضی در پیوند به تجاوز جنسی سرباز ارتش به دختر 7 ساله در ولایت فاریاب به خشونت کشیده شده است. باشندگان ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب می گویند که سرباز ارتش شام روز شنبه 18 اسد به یک دختر 7 ساله در این ولسوالی تجاوز جنسی کرده است. قول اردوی 209 شاهین در شمال از وقوع این رویداد ابراز تأسف کرده و وعده داده است که فرد متهم را تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار می دهد. میرویس داودزی ولسوال پیشین بلچراغ به روزنامه 8 صبح گفت که در پیوند به این رویداد باشندگان بلچراغ روز یک شنبه 19 اسد بعد تظاهرات دست زدند و خواهان مجازات این سرباز ارتش شدند. با گفته او، تظاهرات مردم به خشونت کشیده شده است و یک سرباز پلیس در نتیجه آن کشته شده است. میرویس داودزی افزود که ممکن گروه طالبان نیز در تظاهرات دخیل بوده است. با این حال او افزود که وضعیت در حال حاضر به حالت عادی برگشته است. او از جانب دیگر گفت که قربانی و سرباز متجاوز توسط هواپیما به مرکز ولایت فاریاب منتقل شده است. قول اردوی 209 شاهین با نشر اعلامیه ضمن تایید این رویداد گفته است که هیئتی را که
متشکل از سارنوالان و کارشناسان جرمی است با ولسوالی بلچراغ اعزام کرده است تا تحقیقات همه جانبه را انجام دهند. این قول اردو به مردم اطمینان داده است که این رویداد را به صورت جدی بررسی و به آن رسیدگی می کند. قول اردوی شاهین گفته است که در صورت اثبات جرم متهم هیچ گونه تساهل در قبال او صورت نمی گیرد. ارتش در شمال تأکید کرده است که به هیچ کسی اجازه نمی دهد تا از نام نیروهای ارتش سوء استفاده کنند. با این حال قول اردوی 209 ارتش در شمال از مردم بلچراغ خواسته است که از حوصله مندی کار بگیرند و از خشونت علیه نیروهای امنیتی خودداری کنند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.